میگن بازیگری بازیگری خطوط نیست در نمایشنامه یا فیلمنامه، بازیگری کردن بازیگری چیزهای نوشته نشده بین خطوطه، مفاهیم پشت این خطوطن، اصطلاحاً زیر متن یا پاتکست. ادامه ویدیو رو با من باشید. سلام دوستان، به کانال اکتینگ جنیا سفر بازیگری خیلی خوش اومدید. من داریوشم رشادت، بازیگر، کارگردان و فارغ التحصیل تئاتر از هنرهای زیبای دانشگاه تهران. وقتی به ما یه متن میدن، نمایشنامه یا فیلمنامه فرقی نداره، میریم سراغ متن، میریم سراغ آنچه که نوشته شده. حاج خانم اینجا گفته من با جون کندن از راهنمایی کاروان شروع کردم تا اینجا. شما نمیدونید چه کار سختیه. رضایت حاج آقا، رضایت مسافر، زوار، راننده اتوبوس. ما میریم سراغ حفظ کردن این. فوکوسمون روی این دیالوگ هاست. بعضن که دیگه حتی بهش فکرم نمی کنیم، فقط همینجوری توتیوار فقط حفظ می کنیم. تا اینکه برای اولین بار من با این مفهوم مواجه شدم، چون کتاب‌های بازیگری هم باهاش مواجه شدم، به نام مفهوم پاتکست، مفهوم زیر متن، مفهوم نانوشته، مفهوم اینکه بازیگری، فکر کنم از کوین اسپیسی بود شنیدم اولین بار، یا نمیدونم، شاید هم از استلالر بود، لیستراسبرگ بود، به خدا یادم نیست، ولی یادم همچین چیزی رو که بازیگری دقیقا بازیگری کردن آنچه که اینجا نوشته نشده است. است یعنی چی آنچه نوشته نشده؟ ببین، من تو زندگی عادی که نمیام به تو بگم ازت متنفرم، حالم به هم میخونه، نمیام مهمونی باهات. هزار صحرا کبرا میبافم که بگم نمیام مهمونی باهات، در حالی که من تمام هدفم از گفتن این که نمیدونم فردا کار دارم، فردا فلان دارم، فردا باید این کار انجام بدم، اون کار انجام بدم، نمیدونم اونجا تو اون مهمونی این هست، اون هست، و تمام اینا اصلا حرف اصلیم نیست، نیت اصلیم نیست، حرف اصلیم اینه که من حالم از تو به هم میخوره. این تو مغز من هست دیگه، موقعی که دارم دروغ میبافم، دارم چرت و پرت میگم دیگه، فلانی اونجاست، این یکی اونجاست، که هدف حرفم نیست، که هدفم اینه که نیام مهمونی. چرا نمیخوام بیام مهمونی؟ چون حالم از تو به هم میخوره. و این تو انرژی صدام هست، و معمولا هم طرف مقابلمون چیزایی حس میکنه که من دروغ گفتم، که گفتم به خاطر فلانی نمیام. ممکنه شفاف نفهمه که من چون حالم از اون به هم میخوره دارم نمیام، ولی میگه، احساس میکنه که میدونم داریوشو خیلی باور نکردم، حتی به زبونم ممکنه نره، ولی تو حسش هست، اون پنهونیا، اون زیر میرا. به اینا میگن زیر متن، به اینا میگن پاتکست، به اینا میگن آنچه که پشت دیالوگ هست، آنچه که پشت متن هست. ها، اولین بار من با این موضوع که مواجه شدم خیلی جالب بود دیگه، که من همیشه تمام وقتم رو صرف حفظ کردن دیالوگ میذاشتم، صرف اینکه این دیالوگ اینجا معنی این کلمه چیه، معنی اون کلمه چیه، اینو با چه ریتمی بگم، اینجا مثلا اینو با غم بگم، با گریه بگم، اینجا بالا بگم، دیالوگ برام بالا سنم میارم پایین، ریتمشو تو کنم، ریتمشو کند کنم با تمپو، من درگیر اینا بودم با دیالوگ. بعدها فهمیدم که نه بابا، اینو ولش کن، این یعنی چی اینو ولش کن، ولش کن چیزی نیست که بخوام باش کار کنم، یعنی اینکه این نیست، هر آنچه که قرار بازی بکنی اینایی نیست که اینجا نوشته شده. البته قبل از هر چیز بزنین نمایشنامه‌ای که دستم معرفی کنم، این نمایشنامه استاد خوبمون آقای علیرضا نادری، نمایشنامه کوکوی کبوتران حرمه. حتما این کتاب، این نمایشنامه رو بخونید، مخصوصا اگه خانومید، پر از نقشای خوب خانومه، به شدت نمایشنامه خوبی، اصلا علیرضا نادری نمایشنامه نویسه واقعا قهاریه، حتما نمایشنامه‌اش رو بخونید. اگرم پسر هستید، پچ پچ‌های پشت خط نبردش رو مثلا بخونید. anyway
یه مثال دیگه بزنم برای اینکه کامل بفهمید. خب مامان با بابا داره حرف میزنه، در مورد چی؟ در مورد اینکه نمیدونم خیار درختی خوبه یا خیار فلان خوبه، نمیدونم پرتقال تامسون خوبه یا پرتقال فلان خوبه، نمیدونم اگه گلدونا رو بغل پنجره ها بذاریم نور بهشون بخوره مناسب تره یا ببریم تو بالکن بذاریم مناسب تره. یه بحث کاملا روتین بابا داره با مامان میکنه. اگه یک شخص این خانواده رو نشناسه این کات از تصویر رو ببینه میگه آقا چون بهش بگی بابا چون چی دیدی، میگه والا پدر خانواده با مادر خانواده آقا با خانوم داشتن در مورد مفاهیم ساده روزمره با هم حرف میزدن. به دختر خانواده یا پسر خانواده بگی شما تو چی داری میبینی، میگه بابام داره مخ مامانم رو میزنه، از دل مامانم داره در میاره، بابام با مامانم دو شب پیش حرفشون شده، من میتونم بفهمم که بابام داره ترای میکنه که با مامان گفتگو کنه، که با مامان سر صحبت رو باز بکنه، نزدیک بشه. اگه ما گل اونجا نذاری اونجا نذاری پرتقال فلان اینا همه بهانه است، داره با مامان دنیلی مامان در میاره. اون یارو نمیدونسته دیگه. حالا اون یارو یه برش دیده، مخاطب از اول فیلم تا آخر، مخاطب صمیمیترین یار قصه است، مخاطب صمیمیترین یار قصه است و داره زندگی ما رو میبینه، پس جدا از این زندگی نیست. تو نمیتونی سرم اتفاقا مخاطب خیلی بیشتر از توی بازیگر حتی شاید داره قصه رو میفهمه، با قصه همراه پاشو گذاشته رو پاش داره زندگی یه زندگی رو داره نگاه میکنه تو سینما یا تو تئاتر. خب حالا یه بازیگر میاد این دیالوگا رو میخونه، در این چیکار کنیم؟ به نظر تو مثلا چیزا رو اونجا بذاریم، گلدونا رو اونجا بذاریم فلان چیزا، بعد کارگردان میگه آقا گلدون چیه، چرا چیز گیر دادی به گلدون و فلان، میگه آقا دیالوگ اینو نوشته، دیالوگ نوشته گلدونا رو اونجا بذاره نور فلان، میگه بابا اینا کد شر رو بره برای کلمه دیگه بگم اینا شر رو بره اینجا نه شر رو بر، نه اینکه بی اهمیت این کلمات، نه اینکه تو نباید اینا رو بگی، ولی هدف اینا نیست. این داره با مامانه حرف میزنه، دل ما اینو تیت ببینیم مثلا، اینو باید حسش کنیم. تو خودت به عنوان بازیگر این باید پس ذهنت باشه که من دارم هدف چی از گفتن اینا. بینو میگن زیر متن پاتکست، نانوشته های لابلای متن بین خطوط، فکر کنم که کوین اسپیسی بود شنیدم میگو آقا این بین خطوط رو بازی کنید، میگو اگه این یه خطه این یه پاراگرافه، میگو بین خطوط چی نوشته شده، بین خطوط اون سفیدیا، این سفیدیا چیه، این سفیدیا رو پیدا کنیم. نویسنده بنده خدا نمیتونه که همه اینا رو بنویسه، اگه نویسنده میخواست همه اینا رو بنویسه این که این نمایشنامه میدونی چقدر میشد، اینقدر میشد 6000 صفحه نمایشنامه میشد، اگه میخواست تمام افکار نقش رو و نیازها و اهداف و همه چیز رو زیر و بمش رو بنویسه به خدا 10000 صفحه نمایشنامه میشد. خب از نویسنده میاد آنچه که چکیده زندگی است رو، اون دیالوگ هایی که برقرار میشه مثل دقیقا خود زندگی نوشته میشه. وظیفه من بازیگر و کارگردانه که نزدیک بشیم با همدیگه که پیدا بکنیم این زیر متنا رو. امیدوارم تا اینجای کار تقریبا فهمیده باشید که زیر متن یا پاتکست چیه. حالا فقط هم این نیست، میشه کامل تر بازترش کرد، مثال های دیگه ای زد، مثال های متنوع تری زد. لزوماً هم همیشه زیر متن انقدر شفاف نیست که طرف منظورش یه چیز دیگه باشه، گاهی وقتا خودمون دیالوگ است ولی باز یه چیز دیگه زیرش هست، انگار یه مفهوم دیگه زیرش هست همچنان، و اون زیر متن رو، هی لایه های زیرین متن رو ما باید پیدا کنیم و پیدا کنیم. امیدواریم تا اینجا یک کم فهمیده باشی زیر متن و پاتکست چیه. حالا اینکه باز سعی میکنم توی یه ویدیو دیگه یکم این که حالا چجوری به این زیرمتن نزدیک بشیم، چجوری به این فضای زیرمتن نزدیک بشیم و نزدیک شدن به این زیرمتن چه تأثیری در بازی ما داره.
توی ویدیوی دیگه در مورد این یکم حرف میزنیم با هم دیگه. امیدوارم ویدیو مفید بوده باشه براتون. اگه مفید بوده لایک کنید، اگه سوالی دارید کامنت بذارید، اگه در مورد موضوع میخواید من حرف بزنم، ویدیو تولید کنم، محتوا تولید کنم، تو کامنت ها بنویسید. سابسکرایب کردن چنل منو خوشحال میکنه، به ماندگاری کانال کمک میکنه. ویدیو اگه مفید شیر بکنید بین دوستاتون لطف میکنید. و اگه جوین نشدید به چنل، دوستان خارج از کشور و حتی دوستان داخل ایران، جوین شدن با سابسکرایب کردن چنل فرق میکنه. ویدیوش رو این بالا میذارم که ببینید که جوین شدن یک سری قابلیت هایی برای شما داره. اون ویدیو رو ببینید اگه دوست داشتید جوین بشید. تا مرحله کوچینگ شخصی هم پیش خواهد رفت یک سری از قابلیت. در نهایت هم پک آموزش بازیگر حرفه قدم به قدم رو اگه تهیه نکردی تهیهش کن. باور کن به دردت میخوره، خیلی به دردت میخوره. اگه انقدر سفت دارم میگم به دردت میخوره، چون میدونم دنیا پر از کتاب‌های بازیگری، پر از نمیدونم انواع و اقسام تمرینات، و تو یه روز این تمرین رو می‌کنی، یه روز اون تمرین رو می‌کنی، یه روز این تمرین رو می‌کنی، یه روز این تمرین، و این یه روز این تمرین، یه روز اون تمرین، از تمرینات نتایج لازم رو به دست نمیاری و بعد عطاش رو به عطای تمرین کردن رو به لغاش می‌بخشی و این خوب نیست. در حالی که ما اگه یک تمرینات درست درمونی داشته باشیم و اون تمرینات رو به مدت کافی انجام بدیم، نتیجه‌اش رو که ببینیم، اون وقت می‌فهمیم تمرینات جواب میدن، خوبم جواب میدن. عاشقتونم. تو دمون اند بک. پرکتیس. تمرین قطع به یقین ما رو مستعدتر، حتی ما رو قویتر، ما رو توانمندتر، ما رو خوشحالتر و در دستاوردهای ما کار ما رو سبکتر میکنه، کار ما رو راحتتر میکنه. به راحتی میتونیم چیزایی که میخوایم رو به دست بیاریم فقط با تمرین. مواظب خودتون باشید.